سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک بیننده های محترم هشتگ سوژه. با آرزوی قبولی طاعات، عبادات، مناجات و راز و نیازهای شما در این ماه رمضان، انشاءالله که مورد قبول خدای متعال واقع شده باشه. دعاگو و نایب و زیارتون هستیم در شهر مقدس کربلا. جای شما بسیار خالی است، انشاءالله که به زودی مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. به شهر مقدس کربلا خوش اومدید. بیننده های محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، هشتگ سوژه امشب نقدی هست بر سخنانی که چندی پیش در شبکه یک تلویزیون ایران توسط شخصی به نام آقای قاسمیان پخش شد. سخنانی که هر انسان منصف و اهل تحقیقی بشنود متوجه میشه که ایشون برای تطهیر و تبریر و توجیه مفاسد و خیانتها و جنایتهایی که حکومتهای اسلامی فعلی مرتکب میشن، حکومت مولانا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو با مغالطه و عوام فریبی تضعیف میکنن. حکومتی که دوست و دشمن در تاریخ نقل کردند و ثبت شده که با آن گستره جغرافیایی عظیمی که داشته، که 50 کشور فعلی رو شامل می شده، حتی یک فقیر هم ثبت نشده در سراسر حکومت اسلامی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. این نتیجه عملکرد مدیریتی امیرالمؤمنین علیه السلام، تنها در 4 سال و 8 ماه حکومت ظاهری اون حضرت، که بیش از 4 سال این مدت رو امیرالمؤمنین درگیر جنگ‌های داخلی جمل، صفین و نهروان بودند. این گونه صحبت‌ها بیننده‌های محترم و تضعیف حکومت عدل علوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اگر خیانت نباشه، در بهترین حالت بی‌انصافیه که در 1400مین سال شهادت حضرت علی علیه السلام به جای تبیین و تحلیل عملکرد آن حضرت در حکومتداری و تشویق حکومت‌های اسلامی به الگو قرار دادن مبانی حکومتداری امیرالمؤمنین، شاهد اون هستیم که نه با شیوه مدیریتی امیرالمؤمنین، بلکه با بیان نمونه‌هایی از ناکارآمدی برخی از کارگزاران آن حضرت، با مغالطه و عوام فریبی عدل علوی و حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زیر سوال ببرند و تضعیف کنند. حکومتی که به اقرار دوست و دشمن در تاریخ حتی یک مورد شکنجه سیاسی و یک مورد اعدام سیاسی هم ثبت نشده. بیننده های محترم، امشب و در 418مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه بیشتر در این موضوع با شما گفتگو میکنم.
بله بیننده های محترم، همینطور که مشاهده کردید از همین الان شماره برنامه هشتگ سوژه و راه ارتباطی شما با برنامه ما باز هست. میتونید از طریق تلفن و واتساپ تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امشب بیان بفرمایید. واقعا سوال ما از شما بیننده های محترم این هست که اهداف شبکه یک ایران از تضعیف حکومت پیامبر و حضرت علی با مغالطه و عوام فریبی در برنامه‌ای که به نام این شبها هست چیست؟ با چه اهدافی حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین رو تضعیف می‌کنند و پشت پرده‌های پخش این گونه برنامه‌ها و سخنان چی هست؟ اگر امکانش باشه کارگردان محترم مقطع اول از سخنان آقای قاسمیان رو برای بیننده های محترم پخش بفرمایید. ولی تصویر کاملا غیر واقعی از حکومت امیرالمؤمنین و حتی حکومت پیغمبر تو ذهنها شکل گرفته. مثلا تصورش اینه که کارگزارا خوب، سریع کارگزاره بعد عوض می شد. خب دقیقا همه جامعه بی طبقه، حتی کمونیستی به ازن نگاه میشه، جامعه بی طبقه حقوقای مساوی می دادن به همه و بعدش هم عدلم نبود، مساوات بود اصلا. عدل چیه؟ مساوات که اصلا یه چیز عجیب غریبیه. اینجوری بود و حتما آدم های پولدار تو دستگاه امیرالمومنین اصلا کار نمی کردن، اصلا اینا حتما می زد اینا رو کنار، فامیلاش هم حتما نمی زاشت تو مثلا سر کار. بعد مردم همه خوب بودن، یهو از ترور شد. خب یعنی یه تصویر این مدلی دارن از حکومت امیرالمومنین. بعدش هم لابد فکر میکنن که یه کشو پر مالک اشتر مثلا حضرت داشته، یه اینو هر میذاشته میذاشته، اون اینو هر میذاشته میذاشته، ده تا مالک اشتر داشته این اونو هر میذاشته. اینها صدی واقعیت نداره. چیه واقعیت چیه؟ تمسخر و خندیدن به عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تمسخر مساوات در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با چه اهدافی صورت میگیره؟ عدالت و مساواتی که دوست و دشمن از مذهب حقه شیعه گرفته تا فرقه اهل تسنن تا غیر مسلمانان، موارد بسیار بسیار زیاد از عدالت امیرالمؤمنین در حکومتداری رو نقل کردن، از مساوات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در حکومتداری نقل کردند. به سخره گرفتن و خندیدن به عدالت امیرالمؤمنین در حکومتداری، به مساوات امیرالمؤمنین در حکومتداری، واقعا با چه اهدافی در شبکه یک ایران این گونه پخش میشه و اهانت میشه به شخص حضرت علی علیه السلام در 1400مین سال شهادت اون حضرت، اهانت به مقدسات اسلام، به مقدسات شیعه، اهانت به میلیون ها مسلمان، اهانت به صدها هزار نقل تاریخی و روایی از حکومت پیامبر خدا و حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این اهانت ها با چه اهدافی صورت میگیره؟ و آیا بعد از این همه اهانت و به سخره گرفتن عدالت امیرالمؤمنین در حکومتداری، آیا شبکه یک تلویزیون ایران، سیمای ایران، عذرخواهی کرد از شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا نه؟ اینی که بیان میشه در شبکه یک ایران که یک تصویری کاملا غیر واقعی به مردم معرفی میشه، شاید برای شما غیر واقعی باشه، اما
در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حدود 5 سال در 4 سال و 8 ماه کاملا واقعی بود. مورخین ثبت کردند. بعد از 1400 سال حتی دشمنترین دشمنان امیرالمؤمنین نتوانستند کتمانش کنند، نتوانستند ردیه ای براش بنویسند. اگر یک مورد فقر در حکومت گسترده امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داشت، لوکان لبان، اگر حتی یک مورد وجود داشت، دشمنان امیرالمؤمنین پیراهن عثمانش می‌کردند. مساوات در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که حتی دشمنان امیرالمؤمنین بهش اقرار کردند. این صحیح نیست که در شبکه یک ایران این موارد و این واقعیات به سخره گرفته بشه. وقتی جناب عقیل در شام رفت نزد معاویه، خب جریان آهن تفدیده برادر حاکم اسلامی امیرالمؤمنین دهان به دهان منتشر شده بود، همه جا در کشورهای مختلف حتی خبرش رسیده بود. به محض اینکه معاویه در شام عقیل رو دید، ازش سوال کرد: عقیل بگو ببینم جریان آهن تفدیده چیه؟ معاویه تعجب کرده بود، برای معاویه کاملا غیر واقعی بود، چون معاویه در حکومت خودش مشخصه دیگه، دوست و دشمن نوشتند حکومت معاویه چگونه بود، برای معاویه کاملا غیر واقعی بود. لذا با تعجب از عقیل پرسید جریان چیه. عقیل فرمود به معاویه که من عیالوار بودم در ابتدای حکومت برادرم علی. خب مشکلاتی که در زندگی داشت عقیل به واسطه ظلمهای ابابکر و عمر و عثمان بود که در حکومت‌های خودشون به اطرافیان امیرالمؤمنین روا داشته بودند. به محض اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام حکومت ظاهری رو قبول کردند، عقیل میگه در شب رفتم نزد برادرم، چشمانش نابینا شده بود، با یکی از فرزندانم رفتم، دست مرا گرفت و به خانه برادرم علی برد. وقتی برادرم متوجه شد که برای چه امری نزد او رفتم، از پسرم خواست که از حجره خارج شود و ما را تنها بگذارد. خوشحال شدم در دل خودم که علی میخواد کیسه های درهم و دینار و طلا به من بده و پسرم اونجا نباشه، مقابل پسرم نباشه. و وقتی خوشحالی من فزون شد که برادرم علی ابن ابی طالب به من فرمود که عقیل دستت رو بیار جلو. چنان ذوقی تمام وجود من رو فرا گرفت که علی به من گفته دستت رو بیار جلو، کیسه ای درهم و دینار الان میخواد به من بده. تا اون که شدت حرارت آهن تفدیده رو با تمام وجودم حس کردم و فریاد کشیدم، ناله زدم از شدت درد. اونجا بود که برادرم علی به من فرمود عقیل، آیا از شدت حرارت این آهن دنیایی که در این دنیا یک انسانی داغش کرده اینطوری ناله میزنی و فریاد میکشی و انتظار داری من از شدت حرارت عذاب دردناک الهی به واسطه این که به برادرم عقیل جدای از حق و حقوقش از بیت المال بهش چیزی بدم و خیانت کنم به بیت المال، من اون رو تحمل کنم، عذاب دردناک الهی رو تحمل کنم؟ این مساوات علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام هست با برادر خودش. کجای دنیا سراغ دارید حاکم اسلامی با برادر خودش چنین رفتاری داشته باشه؟ و به سخره گرفتن این مساوات و این عدالت در شبکه یک ایران برای همگان تعجب برانگیزه. تماس اول رو وصل می‌کنید.
سلام میکنم با آقای اردلان از ایران، شهر تهران. سلام علیکم. وقتتون بخیر آقای اردلان. ارادتمندم. بزرگوارید، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. آقای اردلان، چرا در شبکه یک ایران تضعیف حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین انجام میشه؟ در رابطه با شبکه یک ایران که باید گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی واقعا آدم درد و به کی بگه؟ به قول مرحوم علامه طباطبایی که ایشون فرموده بودن که این انقلاب اولین قربانیش خود اسلام بود. اینها خود اسلام رو قربانی کردن به خاطر خودشون. روزی که در قم آمدند تظاهرات اهل تسنن را انداختند در شهر قم، اشعال محمد گفتن عدالت عمر، شجاعت علی. اون زمان به عنوان روز و هفته وحدت اومدن این شعار رو در قلب قم دادن. اینا عمر رو عادل جا زدن، علی رو یه آدم شمشیرکش به عنوان شجاعت. به چه سالی شما اشاره میکنید آقای اردلان؟ این همون سال اول، سال همون سال 50 و 60 بود. من یادمه که اینها آمدن توی قم این شعار رو دادن. ببینید، این که یک شیخ مطرب رقاص رو وردارن بیارن توی تلویزیون و اینطور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، پدر عدالت، پدر دموکراسی، پدر آزادی، پدر انسانیت رو زیر سوال ببرن، واقعا انسان دردش میاد. خب سوال ما این هست آقای اردلان که با چه اهدافی این سخنان پخش میشه؟ بله، من ببینید، در رابطه با این که این آقایون میان اسلام رو فدای خودشون میکنن، ببینید تمام ائمه اهل بیت ما، آقا سید الشهدا، همه فدا شدن، خون مبارکشون ریخته شد که اسلام زنده بمونه. اینها دارن خون اسلام رو می‌ریزن که خودشون زنده بمونن. برای این حکومت جیفه دوزه دنیا حاضرن همه جور کثافتکاری و دروغ بگن و همه کس رو زیر سوال ببرن. و من فقط متاسفم برای علما و مراجع تقلید که بر این جنایت عظما سکوت کردن. واقعا شرم بر همه ما که سکوت کنیم بر جنایت. من خیلی از شما متشکرم که از شما تشکر میکنم که به این موضوع پرداختید، رسیدگی کردید. خیلی ممنون، ازتون تشکر میکنم. من هم تشکر میکنم از همراهی شما. تشکر میکنم از همراهی شما و تماستون. این مهمترین رسالت برنامه هشتگ سوژه هست. بیننده های محترم، ما ساکت نمیشیم در برابر اهانت به مقدسات اسلام، در برابر اهانت به مقدسات شیعه، در برابر به سخره گرفتن عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به سخره گرفتن و خندیدن به مساوات در حکومتداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در 1400مین سال شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم و سکوت نکرده ایم تا کنون. از این به بعد هم سکوت نخواهیم کرد. حکومتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم سالاری رو به معنای واقعی کلمه در حکومت خودشون نشون دادن به جهانیان. شعار مردم سالاری در تمامی حکومت‌های اسلامی امروزه فقط شعاره و به سخره گرفتن این واژه در حکومت‌های اسلامی، واژه مردم سالاری به سخره گرفته میشه. اما مردم سالاری در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ببینید، حتی امیرالمؤمنینی که منصوب من قبل الله، خوب دقت کنید بیننده های محترم، حضرت علی علیه السلام از جانب خدای متعال ولایت و جانشینی ایشون بعد از پیامبر خدا انتصاب شده و امیرالمؤمنین این انتصاب الهی رو حتی تحمیل نمی کنن به مردم. دقت می کنید چی عرض می کنم؟ رهبری خودش رو امیرالمؤمنین تحمیل نکرد به مردم. 25 سال پس از شهادت پیامبر خدا حکومت ظاهری رو قبول کرد امیرالمؤمنین. اون هم در نهج البلاغه خود حضرت میفرمان که چه شد که من قبول کردم؟ اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. تا ادامه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام،
وقتی درخواست مردم رو من دیدم برای حکومت داری پذیرفتم. این معنای مردم سالاری در اسلام، در اسلام علوی، در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. و هرچه غیر از این در حکومت‌های اسلامی ببینید بیننده‌های محترم، به سخره گرفتن واژه مردم سالاریه. امیرالمؤمنین حتی رهبری خودش بر مردم رو تحمیل نکرد به مردم. اون وقت در 1400مین سال شهادت امیرالمؤمنین در شبکه یک ایران به سخره گرفته بشه، مردم سالاری در حکومت امیرالمؤمنین به سخره گرفته بشه، عدالت امیرالمؤمنین به سخره گرفته بشه، مساوات در حکومتداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در برنامه امشب فرصت نمیشه که تمامی کلمه به کلمه صحبت‌هایی که پخش شده در شبکه‌ای که ایران در برنامه این شب‌ها توسط آقای قاسمیان بخوام جواب بدم، اما تا اونجایی که فرصت میشه، ایشون اشاره کردن به نامه‌های عتاب‌آمیز امیرالمؤمنین به کارگزارانشون و بیان کردند که امیرالمؤمنین نامه عتاب‌آمیز زیاد دادن به کارگزاران خودشون، اما بعد از اون کارگزاران همون مفاسد و خیانت‌هایی که داشتند رو انجام می‌دادن، امیرالمؤمنین هم داشت حکومت می‌کرد دیگه. مغالطه، عوام فریبی، خیانت به تاریخ. امیرالمؤمنینی که ببینید عزل و نسب‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در همین نهج البلاغه‌ای که آقای قاسمیان مثال میارن، عزل و نسب‌ها رو ببینید. امیرالمؤمنین از کسانی برای فرمانداری و استانداری و کارگزاران خودش استفاده می‌کرد که اولا حسن سابقه داشته باشن. این یکی از گزینه‌های بسیار بسیار مهم در انتخاب کارگزارهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. کسانی که در حکومت‌های قبلی در زمان عثمان، در زمان عمر و در زمان ابوبکر خیانت کرده بودند به بیت المال و به مردم ظلم کرده بودند، غیر ممکن بود امیرالمؤمنین از اونها استفاده کنه. یک مورد بیارید، لو کان لبان. چرا با عوام فریبی توجیه میخواهید بکنید خیانت هایی که در حکومت های اسلامی فعلی میشه و تبرر بکنید این خیانت ها رو، بگید در زمان علی ابن ابی طالب هم بوده؟ امیرالمؤمنینی که عرض کردم، اول حسن سابقه فرد، دوم عامل و نفوذی ظالمان پیشین نبودن. شما کجای این کره خاکی سراغ دارید که حاکم اسلامی وقتی بخواد استانداری رو نصب کنه یا حالا هر منصب دیگری رو بخواد بگذاره و نصب کنه، حسن سابقه او رو مد نظر داشته باشه؟ چه بسیار مثال ها همین الان در ذهن من هست در حکومت های اسلامی از کسانی که با سوء سابقه های بسیار بسیار وحشتناک پست و منصبشون حتی ارتقاء هم پیدا میکنه. برای توجیه این گونه خیانت ها به جامعه اسلامی بیایم و حکومت عدل علوی رو زیر سوال ببریم؟ کجا امیرالمؤمنین از انسان های خائن استفاده کرد در کارگزاران و استاندارها و فرماندارهای خودشون؟ نه خائن، حتی سوء پیشینه و عامل و نفوذی بودن ظالمان قبلی رو امیرالمؤمنین مد نظر قرار میدادن. تجربه کافی داشتن، عمل به فرامین امیرالمؤمنین به عنوان رهبر جامعه اسلامی، طمع نورزیدن، چاپلوس نبودن و متملق نبودن، چیزی که امروزه جزو بهترین و برترین گزینه‌ها برای انتصاب‌ها در برخی از حکومت‌های اسلامی،
تا تملق حاکم رو نگه نمیگذارن اصلا منصبی داشته باشه. امیرالمؤمنین از فاکتورهایی که استفاده نمی کردن از افراد و حتی اگر یک نمونه بود در تاریخ پیراهن عثمانش می کردند این بود که طرف که می خواد استاندار بشه، کارگزار بشه از جانب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، متملق و چاپلوس نباشه. خب ایشون در سخنی دیگر اشاره کردن به عتاب‌های فراوان امیرالمؤمنین در نامه‌هاشون به کارگزاران و در عین حال هم امیرالمؤمنین عتاب می‌کردن هم اون مفاسد باقی موند. چرا نمونه نمیارید؟ چرا از نهج البلاغه برای مردم نمیگید؟ چرا مصداق برای مردم نمیگید؟ من عرض می‌کنم رسالت برنامه هشتگ سوژه همینه، روشنگری و آگاه سازی جامعه رسالت ماست، وظیفه من همینه. بیننده های محترم سرچ کنید در نهج البلاغه و در نرم افزارهای روایی و حدیثی عبارت لما عوتب علی التسویه، مثلا حالا علی التسویه فی العطاء، لما عوتبه امیرالمؤمنین، برعکس اونجاهایی که امیرالمؤمنین مورد عتاب قرار می گرفت کجاها بود؟ جاهایی که همین آقای قاسمیان دیدید صحبتهاشون رو در ابتدای برنامه به سخره میگیرن و میخندند با مجری برنامه این شبها، میخندند به مساوات در حکومتداری امیرالمؤمنین. جاهای زیادی دشمنان مورد عتاب قرار میدادن امیرالمؤمنین رو که چرا با ما به مساوات داری برخورد میکنی؟ ما اشراف زاده هستیم، نباید مانند بقیه مردم از بیت المال به ما حقوق بدی و ماهانه بدی. و پاسخ امیرالمؤمنین به تمامی اونها همین کلام بود: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، از من میخواهید که با ظلم کردن به بقیه پیروز بشم، اشراف زاده ها رو دور خودم جمع کنم؟ خطبه 124 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو مطالعه بفرمایید. واقعا به سخره گرفتن مساوات در حکومتداری امیرالمؤمنین با چه اهدافی صورت میگیره در شبکه یک تلویزیون ایران؟ پشت پرده های این صحبت ها چیه؟ امیرالمؤمنین به خدای متعال قسم یاد میکنه در ادامه همین فرمایش، به خدا سوگند هرگز چنین کاری نخواهم کرد، مساوات رو رها نخواهم کرد و اشراف زادگان قریش رو با بیشتر دادن از بیت المال به اونها دور خودم جمع نخواهم کرد، ظلم به بیت به مردم نمی کنم، خیانت به بیت المال مسلمین نخواهم کرد. تا اونجایی که در جای دیگر امیرالمؤمنین می‌فرمایند در تمام زندگی من علی ابن ابی طالب یک نقطه سیاه وجود ندارد، که اگر وجود داشت دشمنان امیرالمؤمنین تا به حال کتاب‌ها در مورد آن نقطه سیاه می‌نوشتند. حکومتی که دشمنان در طول 14 قرن نتوانستند یک نقطه سیاه و تاریک در مورد حکومت امیرالمؤمنین مثال بزنند در شبکه یک ایران به سخره گرفته میشه، میخندن، مضحکه میکنن. اصول حکومتداری از نگاه امیرالمؤمنین و در عملکرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیایید برای مردم بگید. چرا اصول حکومتداری امیرالمؤمنین رو برای مردم بیان نمی کنید؟ چرا روشنگری نمی کنید؟ علی ابن ابی طالب چگونه حکومت کرد؟ امیرالمؤمنین چند نمونهش رو عرض می کنم از اصول حکومتداری امیرالمؤمنین. اولین اصل مهم امیرالمؤمنین که به تمامی کارگزاران در تمامی
کشور گسترده اسلامی اون روز مرقوم میکردند و گوشزد میکردند در تمام نامه ها و خطبه های امیرالمؤمنین موجوده. اصل بسیار مهم که میفرمودند این مناسب امانت خدا و مردم در دست شماست. شما الان استاندار فلان شهر شدی، این امانت خدا و امانت مردم در دست شما. فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَسُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ. شما خزانداران مردم هستید، شما سلطه بر مردم ندارید، نمیتونید با زور و اجبار مردم رو مجبور کنید به کاری. شما وکیلان مردم هستید و سفرای من به عنوان رهبر جامعه اسلامی و نماینده من هستید. مطلب دوم از اصول حکومتداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مردم سالاری به معنای واقعی کلمه هست، نه به اون معنای شعاری که امروزه در حکومت‌های اسلامی دیده میشه. و مشروعیت برای حکومت با خواست مردم، نه مشروعیت بخشیدن با اجبار و زور، که در ابتدای برنامه عرض کردم که لولا حضور الحاضر امیرالمؤمنین اون موقع بود که حکومت ظاهری رو قبول کردن. خودشون رو که از جانب خدای متعال انتصاب شده بودند به جانشینی پیامبر خدا تحمیل نکردن به مردم. الان همین یک نمونه رو در کدوم یک از حکومت‌های اسلامی شما میتونید ببینید که حکومت خودش رو به مردم تحمیل نکرده باشه؟ مشروعیت حکومت 100% با خواست مردم باید باشه. این از اصول حکومتداری امیرالمؤمنینه. و عدم انتصاب افراد ضعیف و دارای سوء پیشینه در مناصب حکومتی. حتی یک مورد کسی نتونسته در 4 قرن گذشته پیدا کنه که در تمام شهرها و کشورهای مختلفی که امیرالمؤمنین حاکم اون بودند در طول 4 سال و 8 ماه، یک مورد امیرالمؤمنین کسی که دارای سوء پیشینه باشه رو به منصبی واگذار کرده باشه یا فرد ضعیفی رو قرار داده باشه. و اصل بعدی، حکومت از طریق اعمال زور و اجبار مردم به پذیرش شخص حاکم و رهبر اسلامی ممنوع است. این هم از اصول مسلم حکومتداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اصل پنجم، حاکم هیچ تسلطی بر اطرافیانش و بر مردم ندارد و صرفاً راهنمایی می‌کند. خوب دقت کنید بیننده های محترم و برای دیگران هم روشنگری کنید و اطلاع رسانی کنید. شخص حاکم اسلامی، حتی اگر پیامبر خدا باشد، حتی اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام روحی له الفداء باشد، تسلط بر مردم ندارد. هیچ جا حتی در امور دینی مردم رو مجبور نمی کردن، به زور چیزی رو تحمیل نمی کردن به مردم. اون قضیه نماز تراویح که دیگه مشهوره، شنیدید و مطالعه کردید در تاریخ، که امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد رفتن و دیدن افرادی به جماعت در شبهای ماه رمضان دارن نماز میخونن. امام حسن مجتبی فرمودن که پدرم علی ابن ابی طالب نهی کرده این نماز رو به جماعت خوندن در شبهای ماه رمضان. خب عده کوچکی بودند، وا سنت عمره سر دادند. خوب این واژه رو هم سرچ کنید، کجاها وا سنت عمره سر می دادند برخی از مردم؟ تظاهرات می کردند. این افراد تظاهرات کردند و خواستار این شدند از امیرالمؤمنین که اجازه بده ما در مسجد نماز تراویح بخونیم. ببینید تاریخ دوست و دشمن نقل کرده، علی ابن ابی طالب اونها رو اجازه داد و نهی نکرد، چیزی که برخلاف نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، اما به مردم اجازه داد. اینه مردم سالاری در حکومت عدل علوی. اینها باید برای مردم بیان بشه، بدونن واژه مردم سالاری یعنی چه. این واژه غریبیه امروزه در کشورهای اسلامی، به خاطر اینکه
مردم سالاری واقعی در حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین برای مردم بیان نمیشه و مردم سالاری و عدالت و مساوات در حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین متاسفانه به سخره گرفته میشه، اون هم در شبکه یک تلویزیون ایران. حاکم هیچ تسلطی بر اطرافیانش و بر مردم ندارد و صرفاً راهنمایی می‌کند. این نص آیه قرآن آیه 21 و 22 سوره مبارکه غاشیه هست. انما فذکر، انما انت مذکر، لست علیهم بمسیطر. به پیامبر خدا می‌فرماد خدای متعال در سوره غاشیه، تو هیچ تسلطی بر مردم نداری، فذکر. لذا حاکم اسلامی فقط وظیفه اداره جامعه رو داره، هیچ گونه تسلطی بر مردم و جامعه خودش ندارد. این حکومت عدل علوی، این اسلام امیرالمؤمنین. نمیدونم اگر فرصت هست کارگردان محترم مقطعی دیگه از سخنان آقای قاسمیان در برنامه این شبها رو پخش کنید بیننده های محترم ببینن. حکومت پیغمبرم که شما 50 سال بعد از اینکه رحلت پیغمبر سر علی عبدالله بردن بالا نمیده، سلام الله علیه، اینم حکومت پیغمبر. اینجوری که بگیم مفاسد نبوده چیزی نبوده، اصلا این خبرها نیست. تو حکومت امیرالمومنین، تو حکومت پیغمبر، یارا، افراد، معارفی که داشتن، منصوبینشون همه اینا. نتیجه حکومت پیامبر خدا این بود که سر حسین ابن علی به نیزه رفت. واقعا با چه اهدافی این سخنان بیان میشه؟ چی رو میخواین توجیه کنید؟ چی رو میخواین تطهیر کنید؟ چی رو میخواین تبرئه کنید؟ جنایت‌های حکومت‌های اسلامی فعلی رو، خیانت‌هایی که داره انجام میشه رو می‌خواید تبرئه کنید با تهمت زدن به شخص پیامبر خدا، با اهانت به مقدس‌ترین مقدسات اسلام، شخص پیامبر خدا؟ من از شما بیننده‌های محترم می‌پرسم علت این که سر حسین ابن علی به نیزه رفت چی بود؟ چی باعثش شد؟ چرا به دروغ عوام فریبی میکنید، مغالطه میکنید در سخنان؟ چه اهدافی دارید؟ چی رو میخواید توجیه کنید؟ حکومت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، حکومت ظاهری اون حضرت و حکومت ظاهری امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دوست و دشمن بیان کردند از عدل، از مساوات، از رفاه تمام مردم در اقصا نقاط جامعه اسلامی، به ذرس قاطع عرض می کنم که اگر یک نمونه حتی بود در طول این 4 قرن منتشر می شد، دشمنان امیرالمؤمنین کتمان نمی کردن. حتی یک نمونه فقیر اگر بود، حتی یک نمونه شکنجه سیاسی اگر بود، حتی یک نمونه اعدام سیاسی اگر بود، دشمنان ساکت نمی نشستند. لوکانه لبان. شهادت حضرت حسین علیه السلام و به نیزه رفتن سر مقدس ایشون نتیجه حکومت پیامبر خدا بود؟ یا نتیجه سالها حکومت معاویه بر شام، یا نتیجه سالها حکومت ابوبکر، نتیجه سالها حکومت عمر، حکومت عثمان؟ چرا اینها رو برای مردم نمیگید؟ چرا میخواهید عوام فریبی بکنید؟ چرا مغالطه میکنید در بیان تاریخ؟ چی شد که مسلمانان در مقابل امام زمانشون امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدند؟ مگر نه این بود که ملعت بطونهم من الحرام؟ مگر نه این بود که در حکومت عثمان
چقدر درهم و دینار بذل و بخشش میکرد از بیت المال مسلمین؟ مگر نه این بود که معاویه تمام فرمانداران و سرداران لشکر اسلام رو تطمیع میکرد؟ چرا این واقعیات و حقایق رو برای مردم بیان نمی کنید؟ با مغالطه و عوام فریبی قصد توجیه چه مطلبی رو دارید؟ حکومت امیر المؤمنینی که بارها و بارها وقتی به اون حضرت عرض می کردن یا علی چطور این نان جوی با سبوسه خشک و سفت و محکم رو میخوری؟ شما در روز در صحنه نبرد با دشمنان هستی، همیشه روزها روزدار هستی، الان هم که میخواید افطار کنید با نان جو؟ امیرالمؤمنین رو عرض میکنم که بزرگترین حکومت اسلامی رو بودن، حاکمش بودن ها، بیش از 50 کشور فعلی امیرالمؤمنین حاکمش بودن، نان جو میخورد امیرالمؤمنین، نان جو با سبوسش که بسیار سفت و محکم هست. وقتی اعتراض میشد به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی میفرمودن اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمؤمنین، آیا خودم رو راضی کنم به این که در شهرها و کشورهای مختلف بگن این امیرالمؤمنینه، این رهبر مسلمانانه، این حاکم اسلامیه، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، آیا من نباید مشارکت کنم در سختی‌های زندگی با مردم خودم، با ملت خودم؟ آیا من امیرالمؤمنین نباید الگو و اسوه باشم برای مردم خودم؟ یا در فرمایش دیگری امیرالمؤمنین فرمودن وقتی که اعتراض میشد به حضرت که چرا اینطور قضا میخورید، امیرالمؤمنین میفرمودن که لعل بالحجاز او الیمامه، شاید چه بسا، لعل امیرالمؤمنین یعنی غیر ممکنه، یعنی نیست که لوکان لبان، بارها عرض کردم اگر بود دشمنان پیراهن عثمانش میکردن. امیرالمؤمنین میفرماد شاید در نقطه ای از حجاز یا دورترین نقطه حکومت من کسی باشد که سر گرسنه بر زمین بگذارد، من باید مثل ضعیفترین افراد مردم جامعه خودم زندگی کنم. بازم عرض میکنم لعل امیرالمؤمنین یعنی محاله، یعنی وجود نداره. اون جریان مشهور رو که دیگه همه نقل کردند و میدونید، وقتی امیرالمؤمنین با چند نفری رد میشدن از کوچه ها و دیدند که یک پیرمردی نشسته و گدایی میکنه، امیرالمؤمنین نپرسیدن از افراد که این کیه، فرمودن ما هذا، این حرکت گدایی در حکومت اسلامی امیرالمؤمنین معناش چیه؟ یعنی یک نمونه تا به حال نبوده، گزارش نشده. و بعد توضیح دادن که یا علی این شخص مسیحیه، حالا مهم نیست، مسیحیه، پیر شده، دیگه درآمدی نداره، نمیتونه کار کنه، گدایی میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یعنی چی که پیر شده؟ تا وقتی جوان بود ازش کار کشیدید، ازش استفاده کردید، الان که پیر شده باید گدایی بکنه؟ فرمودن همین الان از بیت المال مسلمین، خوب دقت کنید بیننده های محترم، پیرمرد مسیحی امیرالمؤمنین فرمودن همین الان از بیت المال مسلمین به قدری به او بدید که بی نیاز بشه، دیگه نیازی نباشه که به این کار فجیع دست بزنه، حتی یک فقیری که گدایی بکنه در سراسر کشورهای تحت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود نداشته. اون وقت عدالت و مساوات امیرالمؤمنین به سخره گرفته میشه در تلویزیون ایران، در شبکه یک. اینی که آقای قاسمیان بیان کردن که
تصویری کاملا غیر واقعی بیان میشه شاید برای ایشون غیر واقعی باشه، ولی از واقعیات تاریخ دوست و دشمن نقل کردن و ثبت شده. وقتی که یه شخصی به امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود که یا امام رضا، ای کاش میشد که شما حکومت را قبول میکردید، از مأمون و حکومت دست شما میرسید، ما هم به نون و نوایی میرسیدیم. امام رضا علیه السلام رو کردن به اون شخص و فرمودن اگر حکومت به ما برسه چیزی جز نان جوین سفت بهره ما نخواهد بود. من نوه علی ابن ابی طالبم و اطرافیانم هم به مساوات و عدل رفتار خواهم کرد. انشاءالله که در 1400مین سال شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام شما هم روشنگری کنید برای دیگران از عدالت و مساوات و روش عمل کرده حکومتی امیرالمومنین برای دیگران بازگو کنید. تشکر میکنم از حمایت شما و همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.